چین به طوری بی سابقه در حال ایجاد حکومتی پلیسی برای سرکوب مسلمانان است. جیمز لیبالد، متخصص حوزه امنیت چین در دانشگاه لاتروب استرالیا گفت: چین به گونه‌ای بی سابقه در حال ایجاد یک حکومت پلیسی برای سرکوب مسلمانان است. به گزارش ایندیپندنت این متخصص حوزه امنیت افزود. پس از آنکه دولت کمونیستی این کشور مجموعه ای از قوانین را به بهانه مقابله با تروریسم به جامعه تحمیل کرد مسلمانان در چین دچار مشکلاتی فراوان شدند یالت سینکیانگ در غرب چین محل زندگی اویغورها که اقلیتی مسلمان در چین است به طور گستردهی هدف تبعیز قرار دارند در سالهای اخیر درگیری خونین در این منطقه شکل گرفته که حکومت چین جدایی طلبی مسلمانان را دلیل این نارامی ها می داند، اما گروه های حقوق بشر میگویند که این نارامی بیشتر واکنشی به سیاست های سرکوبگرایانه حکومت مرکزی چین است. هفته گذشته صدها مسلمان ایغور پس از بازگشت از سفرهای زیارتی خارج از کشور دستگیر شدند. گفته می شود دادگاه های این منطقه دستور دارند که با هر کس که هر نوع فعالیت دینی انجام می دهد برخورد کنند. این در حالی است که بسیاری از اعمال دینی مانند داشتن حجاب، شرکت در کلاس قرآن، داشتن محاسن برای مردان، روزداری در ماه رمضان و به زبان آوردن السلام علیکم ممنوع شده است. سازمان عفو بین الملل نیز به تازگی با صدور گزارشی درباره افزایش سرکوب مسلمانان اویغور از سوی حکومت چین هشدار داده و آن را نقض آشکار آزادی های مدنی دانسته است.